ما منتظریم اگه بتونه حتما موشه به ما میپیونده. مشکلی که داریم اینه که مثل من ایشان در 3-4 جا در آن واحد هستند و در حال حاضر در گفتگو با عده‌ای در اسرائیل هستند. به من قول دادند که سعی میکنند به ما بپیوندند. این وسط من مقاله رو که ایشان بهش اشاره کرد، نوشته اوی شلاین استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه آکسفورد، رو برای شما پست کردم. ما ترجمه از این نداریم، اگه لازم بشه شاید ترجمه بکنیم. من فکر میکنم در این موقعیت خیلی جالبه که ما سواد، مطالعات تاریخی، دیدگاه افرادی مثل ایلان پاپه، اوی شلاین، موشه مخوفر، کسانی که اسرائیلی الاصل هستند، یهودی هستند، بعضیشون و یا حتی با برخی شاید نگرانی ها ولی روی هم درست، نورمن فلینکنشتاین که خانوادش قربانیان هولوکاست رژیم نازی بودند. ما اینها رو مقایسه بکنیم با این راست های ایرانی که الان مدافع حمله اسرائیل هستند و اینها رو مقایسه بکنیم حتی با چپ ایران که این موضع ضعیف، بی محتوا و گاهی واقعا خجالت آور در رابطه با اسرائیل رو اتخاذ کرده. من جلسه رو باز میکنم برای اینکه دوستان رفقا صحبت کنند. میدونم خیلی بحث ها هست. نمیدونم حماد عزیز شما هستی هنوز؟ آره حماد هست. اگر امکانش باشه حماد بهتر از من، خیلی بهتر از بسیاری از ما به مسائل خاورمیانه آشناست. امیدوارم به برخی از نکاتی که در این بحث بود او هم پاسخ بده، ولی طبعا بعضی از ما سعی کردیم تا اونجا که میتونیم تو این شلوغی و این موقعیتی که احتمالا حمله تلافی اسرائیل در یکی دو روز آینده صورت میگیره پاسخهایی بدیم. هیچ کدام از اینها در دفاع از جمهوری اسلامی نیست. من اتفاقا همونطور که بارها گفتم جمهوری اسلامی رو مقصر میدونم در این موضع‌گیری وحشتناکی که معدودی ولی شاید نه چندان معدود ولی بخشی از جامعه ایران نسبت به اسرائیل داره، در شرایطی که میبینیم ولیعهد عربستان سعودی به بلینکن میگه که آره من خودم مشکلی با اسرائیل ندارم ولی مردم کشورم فشار میارن مجبورم موضع دیگه ای بگیرم، در شرایطی که میبینیم پادشاه اردن حسابی ترسیده، وحشت کرده از اینکه وقایع در غزه، الان در لبنان ممکنه سلطنتش رو زیر سوال ببره. ما باید واقعا نگاه بکنیم به وقایعی که پشت این قضایا هست به جای اینکه به ظاهر قضیه، به مسائل سطحی نگاه بکنیم. من چشمم هست که اگر موشه بیاد حتما او را دعوت بکنم، ولی در این مقطع جلسه رو باز میکنم که سوالها، بحثهای دوستان رو بشنویم. بفرمایید. عماد عزیز اگر شما نکته داری جلسه با شماست، هرچی میخوای بفرم. سلام، صدای منو دارین شما؟ بله بله خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه به من اجازه میدین چند کلمه صحبت بکنم. نخستین چیزی که میخواستم بگم اینه که
در ادامه همین آخرین صحبتی که شما کردید و اشاره داشتید به فضایی که در سایر کشورهای عربی به ویژه وجود داره و مخصوصا به حالا عربستان سعودی رو شما اشاره کردید، ولی من میخوام بگم که اتفاقی که در سازمان ملل توی همین هفته گذشته افتاد و زمانی که نتانیاهو در فکر میکنم نتانیاهو هم همون موقع توی هنوز نیویورک بود و داشت تدارک اون حمله بزرگ رو میدید، یعنی اون حمله تروریستی بزرگ مبنی بر انفجار یکباره هزاران دستگاه، در واقع میشه گفت مثل نون، شما فرض کنید که اصل چهار امریکا یک عالمه تو دنیا آرد پخش کنه و توی بومی های آردش مواد منفجره باشه و مردم گرسنه و مورد نیاز با پول بدن و این آردها رو بخرن ببرن خونه شون موقع میخوان استفاده بکنن. این فرق نمی کنه که یه نیروی مثل ارتجاع ایران باشه یا نیروی در واقع اسلامیست تندروی که چیزی دنباله ایران هست، یا اینکه مردم عادی که میتونن کارمند به اصطلاح مراکز مدنی این حزب یا این دولت باشن. این اقدام تروریستی بی سابقه که واقعا باید به عنوان یکی از تازه ترین نمونه های تجاوز به همه میثاق های بین المللی تعامل انسانی در سطح دنیا به اصطلاح این رو دنبال کرد و خواست که وکلای حقوقی به این مسئله به طور ویژه بپردازن، علاوه بر این که خب ما تحلیل میکنیم حرفامون رو میزنیم، اگه این نکته برای من حائز اهمیته که بگم حضور پرشمار مردم اردن توی این سالها در خیابان و به ویژه با توجه به این که میدونیم ما اردن کشوریه که تقریبا 50% از ساکنان اون رو مردم فلسطینیه با اصلیت فلسطینی تشکیل میده و اکثر به اصطلاح ساکنان مراکز اصلی و همینطور اکثر کارمندا، اکثر معلما، بخش وسیعی از جامعه علمی، هنری، ادبی این کشور رو فلسطینی ها تشکیل میدن و از اولین به اصطلاح اقدامات جنایتکارانه اسرائیل در غزه و کرانه غربی مردم اردن صرف نظر از هر گرایشی که داشتن، اینها هر روز در همون حدی که حتی اکثری میتونم بگم که به امکانش رو داشتن به طور مدنی اعتراض خودشون رو هم به دولت و هم به در واقع دولت اسرائیل، هم به دولت خودشون هم به دولت اسرائیل اعلام کردن و در ابعاد واقعا صدها هزار نفر شب و روز توی خیابان بودن و بسیار بسیار دلنگران تمام بستگانشون در فلسطین بودن، در اینکه میدونیم چیزی در حدود 70% مردم غزه اینها در واقع آواره هایی هستن که از جاهای دیگه فلسطین و به ویژه مناطق سبز یا همون چیزی که در واقع توی مسببات سازمان ملل اسرائیل خونده شد و خیلی از کشورهای عربی هم اون رو به عنوان حداقل مرز شناخته شده از نظر بین المللی اسرائیل به زور اینا رانده شدن با ترور و وحشت
از خونه هاشون، از زمین هاشون کنده شدند و نهایتا با هماهنگی انگلیسی ها، فرانسوی ها و بعدا دیگه آمریکایی ها هم وارد عمل شدن، به ویژه بعد از اینکه مصر حاضر نشد اینجا رو به کشور خودش ملحق بکنه و این در یک شکل در واقع روحوایی همینجور موند، قرار بود موقتا این مردم به اینجا برده بشن برای اینکه از کشتارشون جلوگیری بشه و بعد دیگه ساکن شدن نسل در نسل. الان سه نسل پشت هم، پدر بزرگ، پدر و فرزند که در حال ممکنه ازدواج هست و بعد همین روزها اینهایی که دارن ازدواج میکنن نسل چهارمی هستن که از اون آواره ها اومدن. بنابراین همه اون مردمی که گفتم شامل 70% از ساکنان غزه میشه، اینها چشمشون به بازگشته و نمونه آرزوهاشون برای بازگشت جنبش مدنی اعتراضی واقعا انسانی بزرگی بود که چند سال پیش در پشت دیوارها اینا انجام دادن و ماکسیموم چیزی که تو دستشون بود تیر و کمان بود که اینها را خوشبختانه مثل همین الان که در لحظه ما میتونیم بفهمیم که چه جنایت هایی داره اتفاق میفته ثبت شده و میشه در هر لحظه بهش برگشت و هم شعارها رو نگاه کرد، هم آرزوها رو نگاه کرد و هم رفتار اسرائیلی ها رو به این جنبش مدنی نگاه کرد. به هر حال در یک چنین فضایی وقتی نتانیاهو اومد و اون مانور رو در سازمان ملل داد و برگشت، کاملا مشخص بود که فضای داخل سازمان ملل به ویژه در بخش کشورهای عربی بسیار متشنج، عصبانی از این رفتار. و اینجا بود که صفدی وزیر خارجه در واقع اردن خودشو کشون به یه تریبونی و بقیه افراد، یعنی نزدیک به 50 تا عضو در واقع دیپلمات های کشورهای عربی و آنچه موسوم به اسلامی هست، همه اونجا جمع شده بودند و او رفت پشت تریبون و فریاد زد. و با حالا صفدی اتفاقا جز معدود عرب های دیپلماتی هست که بلد به زبون انگلیسی صحبت بکنه و احتیاجی نداره، یعنی مثل درست مثل نتانیاهو که بدون لهجه میتونه با انگلیسی زبان ها روبرو بشه، صفدی هم با همین قدرت و توانایی به نظر من که خیلی مهمه، یعنی که میدونیم صفدی خودش یکی از کسایی که بستگان بسیار زیادی توی فلسطین داره و به ویژه در غزه داره و بارها در مصاحبه های مختلفش یعنی واقعا گریه کرده، یعنی صرف نظر از اینکه او نماینده یک پادشاهی هست که کل سیستمش در دست در دست اشاره داره، ولی واقعیت اینه زیر فشار افکار عمومی و فجایعی که صورت میگیره دستاش روی میز میزد و فریاد میزد تمام آنچه که اسرائیل میخواد رو ما حاضریم بهش بدیم از نظر امنیت وجودی من ب... و اینجوری مطرح کرد. یعنی ببینید اینها برای اولین بار اینجوری لابه میکنن، همونهایی که در واقع توهم داشتن که با اون قرارداد ابراهیم میتونن با اسرائیل کنار بیان، به چنان خفتی نره انداخته که از تریبون سازمان ملل مستقیم با دنیا التماس میکنن و به پای اسرائیل میفتن و به پای دنیا میفتن که این هیولا رو چی میخواد ما حاضریم بدیم. این که میگه چی میخواد ما حاضریم بهش بدیم، پشتش یک واقعیت نهفته است و اون یک انرژی هست که در درون جوامع کشورهای خاورمیانه در برابر
چنین هیولایی که امروز دیگه باید همه اونهایی که خواب بودن بیدار بشن و ببینن که چه اتفاقات میرسه. من همینجا کوتاه میکنم، توصیه میکنم رفقا به پخش یک ویدئویی که من از در واقع یک برنامه تلویزیونی فرانس دو که 4 نفر رو به شمول ابو جاموس از داخل اسرائیل، از داخل ببخشید غزه، تک تک اینا گزارش میدادن، یک وکیل حقوقی، یک استاد جامعه شناسی، یک نماینده پزشکان بدون ماسک که تازگی از غزه اومده و همینطور یک فرد دیگه‌ای که این رو من به اصطلاح توی فیسبوک هم گذاشتم. من خواهش میکنم برای اینکه یک گوشه ای از آنچه که همین امروز در غزه میگذره به دیگران منتقل بکنین، چون مطمئنم کسایی که در این جلسه الان حضور دارن خودشون همه حقایق رو میفهمن و بیهوده نیست که هم اون بار هم این دفعه اومدن به سخنرانی موشه گوش میکنم. من فکر میکنم به ویژه ما هم باید این نوع افشاگری ها حتی بیشتر از آنچه که به عنوان یه درس گفتار میشه صحبت های موشه رو تلقی کرد، بیشتر از اون به شهادت های عینی افرادی که در صحنه حضور دارند و یا تجربه زیست عینی با مردم غزه رو داشتند و حتی به داستانهای در واقع این نویسنده ها، خبرنگار ها، حتی دانشجویان و دانش آموزایی که از تحصیل واموندن و اونجا دارن روزانه خودشون رو می نویسن و با توجه به همین شرایطی که در واقع در غزه و در فلسطین هست که میشه بدون تردید گفت یکی از به لحاظ سواد و دانش یکی از پیشرفته ترین جوامع عربی هستند اینها و با تکنولوژی امروزی آشنا هستند، درست مثل هر اقلیت تحت ستم دیگری که در جهان امروز تلاش میکنه همه ناکامی هایی رو که بر سرش آوردن این نسل جدید سعی میکنن از طریق آموختن دانش، کسب دانش و وارد شدن به تکنولوژی در واقع خودشون رو حفظ بکنن و بتونن این لحظات تاریخی رو ثبت کنن. من فکر میکنم بسیار بسیار مهم هست که ما این رو به پبلیک، به در واقع مخاطبین ایرانی اینو منتقل بکنیم. چنین فجایعی شما دیدیم که در عراق اتفاق افتاد، هیچ کی فکر نمی کرد که از اون ور اقیانوس ها لشکرکشی بشه بیاد توی لیبی یا توی این همه لشکر بیارن و برن. فکر نکنیم که فقط به حمله های هوایی این خلاصه خواهد شد. اگر بخواد و اینکه الان طول کشیده، از یک سو من خوشحالم که این همه طول میکشه برای اینکه همه دنیا فشار بیارن، به هر حال عواقب و نتایجی که ممکنه برای همه دنیا خطرناک باشه رو هم متذکر بشن، فریاد بزنن، ولی در این حال اینکه این همه طول میکشه با توجه به موازه آمریکا و شناختی که ما داریم که آمریکا اگر با خفت از افغانستان رفته چه بسا میخواد تمام اون اعتبار از دست رفته خودشو در اون فرار مفتزهانه که مردم افغانستان رو زیر تیغ طالبان رها کرد، با یک مانور دیگری که این همه لشکر کشی کرده در منطقه بازسازی بکنه و نه فقط
جمهوری اسلامی که از نظر ما هر لحظه جریان جنبش ضدیت خودش رو باش نشون داده و باید با تمام توان ما تلاش بکنیم تا جایی که میتونیم از هر راهی که میشه این رژیم جنایتکار رو سرنگون بکنیم. ولی واقعیت اینه که در شرایطی که به در واقع تصمیم گرفتن که صدام رو سرنگون بکنن یا تصمیم گرفتن در سوریه مداخله بکنن که هنوز هم بخشی از سوریه در اشغال آمریکا هست، جنبش های مدنی در اوج بودند، اعتراضات مدنی صدام رو داشت به زانو در می آورد. حتی در جاهایی مثل کردستان موقعیت این نبود که بخوان تن بدن به این خفتی که با اشغال، یعنی نیروهای بسیار متفاوتی وجود داشتند، احزاب نیروهای چپی وجود داشته که با تمام سرکوبی که شده بودند در اون بحرانی که صدام درش گیر کرده بود، مثل بحرانی که امروز جمهوری اسلامی درش گیر کرده، داشتن پا می گرفتن. به همین دلیل بود که امریکایی ها تلاش کردند یه نیرویی رو جمع بکنن که بتونن جلوی انتقال قدرت رو بعد از سقوط صدام کنترل بکنن و تا اونجایی رفتن که مجبور شدن برای اداره کشور به سمت چنین مثلا نیروی بی ثبات باندهای دزد و غارتگری که امروز در عراق حاکم هستن یک نگهبان آمریکایی بذارن، یک فرماندار در واقع آمریکایی برمر رو بکنن فرماندار نظامی عراق. و امروز من فکر میکنم آنچه که امریکایی ها با این پیام هایی که دریافت میکنن از طریق تمام اون اپوزیسیون مرتجعی که دل بستن، فرقی هم نمیکنه توی اینا میتونه عناصری باشن که تا دیروز در کنار ما حتی در سنگرهای مبارزه علیه امپریالیسم هم بودن، اینها ممکنه پرگماتیسم یا توهمات به عین مثلا صحنه های اولیه شکل‌گیری ائتلاف اپوزیسیون عراق نگاه بکنن که حزب کمونیست هم بالاخره خودش رو چپوندون تو. و من هرگز فراموش نمی کنم که وقتی جلال طالبانی میخواست بره و توی این قطار سوار بشه و قطاری که توی لندن آماده کرده بودن به اصطلاح چیزشو مسافراشو داشتن میزدن، وقتی اینجا اومد دو نفر از ایرانی ها رو دید، من و رفیق یوسف اردلان. سوالی که از ما میکرد میخواست ببینه که بازتاب این در واقع انتخابش در روندی که میخوان برن و مدعی بود که مجبورن و هیچ راه دیگه ندارن چون امریکایی ها تصمیمشون رو گرفتن و دارن میرن، بی ما یا با ما دارن میرن و ما داریم میریم، فرقی هم نمیکرد، نیومده بود که ما اجازه بدیم، فقط میخواست ببینه بازتاب چیه. تنها چیزی که ما گفتیم این بود که هم من هم یوسف هر دو جداگانه باهاش صحبت کردیم، گفته بودیم که این دامی است برای اینکه جنبش انقلابی رو در کردستان زیر مهمیز یک ائتلاف ارتجایی ببره و عراق رو تبدیل بکنه به یک در واقع مزرعی که شخمش میزنن برای اینکه معلوم نیست از توش چه هیولاهایی سر در بیاره. به هر حال تنها چیزی که ما فکر میکردیم این بود که این یه آدم وکیل، دوره های مختلفی ما بحث های مختلفی راجع به مسائل حقوق بشری داشتیم و حس میکردیم که این آدم میتونه حداقل در تاریخ خودشو چیز بکنه که به نظر من
نتونست به هیچ وجه از پس اون تعهداتی که خودش به خودش داده بود در اون دوره های گذشته مربوط به 30 سال قبل از این اتفاق، 20 سال قبل از این اتفاق، به هر حال وفا بکنه. ولی آنچه که مهم بود من بیان میکنم از این زاویه است که امریکایی‌ها اگر تصمیم بگیرند که به اسرائیل اجازه بدن که سر نیزه حمله باشه و در واقع برای یه مدتی خودشون رو پشت این که ما فقط از موجودیت حقوق حق دفاع اسرائیل تا حالا این کار رو کرده بودن دفاع میکنیم، از حق دفاع اون در واقع پشتیبانی، حق دفاع از خودش، دفاع از موجودیت خودش که واقعا هم با شعارهایی که همین امروز هم در ایران ما میشنویم میتونه این به این به اصطلاح چیز دامن بزنه، در هر حال امریکایی‌ها در این دوره تصمیم گرفتن که اسلحه‌شون رو از رو ببندن، نه علیه جمهوری اسلامی، به نظر من علیه مردم ایران. و اون چیه؟ اینه که صریحا اعلام کردن که ما برای چگونه جواب دادن اسرائیل در حال مذاکره هستیم، یعنی اینکه اتاق جنگی که قرار تصمیم بگیره حالا به طور فیزیکی همش توی تل اویو باشه، توی اورشلیم باشه، یا بخشش تو امریکا باشه، این مهم نیست، ولی مهم اینه که یک اتاق مشترکه. و حتی دیدیم دیروز وقتی که قرار بود گالانت که به اصطلاح کمی با کلش هم کار میکنه، فقط با به اصطلاح اسلحه نیست که کار میکنه، حداقل ممکنه برای خود اسرائیلی ها، برای حتی بخشی از اسرائیلی هایی که ما میشناسیم مثلا در هارتس قلم میزنن و ضد جنگ هستن و ضد در واقع این نسل کشی و ضد این به اصطلاح راست افراطی حاکم هستن، هرچند که اسرائیلشون رو میخوان و با بر خواستن اسرائیلشون مثل همون حقوق بشریه که اروپایی‌ها تلقی که اروپایی از حقوق بشر که دارن که این برای خودشون هستش. ولی واقعیت اینه که گالانت که میخواست خواسته بودنش که بره امریکا و مستقیما راجع به این که به کجا باید بزنن که ایران هم ضربه رو دیده باشه و هم این که تحریک نشه برای این که در این شرایط گسترش نده به شکلی که منافع امریکا رو به خطر بندازه، جلوی رفتنش نتانیاهو دقیقا گرفت. و امروز بازتاب این رفتار رو ما در هارتس به عنوان یه سرمقاله میبینیم که نوشته با این جملات که در شرایطی که همه چیز آماده هست و به اصطلاح ما مجبور اسرائیل جواب بده به ایران، نتانیاهو مشغول تصفیه حساب با رقبای خودش هست. چرا؟ چون همونطوری که موشی در صحبتش میگه، نتانیاهو واقعا در تحقق هدفهای علنی که بسیار روش تاکید کرد، خلاص شدن از دست حماس و بازگرداندن گروگانها، شکست خورده. این به معنای این نیست که حماس پیروز شده، ولی نتانیاهو در تحقق اهداف خود شکست خورده و شکستش معنیش اینه که تنها چارش ادامه بحران، و ادامه بحران امروز با ورود نیروهاش که از دیروز دیگه به شکل مشخصی داره روش تبلیغ میکنه و صحنه هاشو داره نشون میده توی تلویزیون به لبنان و اشغال لبنان، علارغم این که از طرف دولت لبنان با صریح‌ترین لهجه نه دیپلماتیک و پوشیده گفته شده که حزب الله نماینده سیاسی خود، نمایندگی سیاسی خودش رو به مثابه حزب الله داده به یک شخصی به اسم نبیه بری که معروف به آدم امریکا و فرانسه، کسی که
از بنیانگذاران و رئیس عمل بود و عمل همبسته در واقع چیز هست، همبسته حزب الله هست و حزب الله با اعلام این قضیه از دیروز میشه گفت غیر مستقیم انحلال خودش رو در عمل اعلام کرده و عمل در واقع رئیسش که بری باشه، بری در جایگاهی الان هست که شورای ریاست جمهوری، یعنی تمام قدرت در لبنان و در واقع اختیارات در دست همین شورایی هست که نبی بری به عنوان رئیس مجلس پارلمان لبنان در رأسش هست. و علارغم این و علارغم اون التماسی که صفوی کرد که گفت من به عنوان نماینده تمام کشورهای عربی و اشاره کرد به تمام اطرافیانش و اسلامی، 50 تا نماینده که اینجا هستیم حاضریم تضمین بدیم، همین صحبت رو هم بارها بارها نمایندگان دولت لبنان انجام دادن، ولی تو گوش نتانیاهو نمیره و نتانیاهو قصد داره ادامه بده. همه این صحبت های طولانی که من سر رفقا رو در آوردم برای اینه که حتما رفقا در جریان هستن، ولی این شبهی که وجود داره لمس بکنیم که به پرواز در اومده و ما باید مردم خودمون رو در واقع حقیقت اون پشت این برنامه‌ای که امروز توسط اسرائیل و آمریکا و به در واقع مبارکباد بسیاری از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور که امکانات بسیار زیاد تبلیغاتی دارن و میتونن چرخ پنجم این کاروان شومی که راه افتاده علیه مردم باشن، همین هایی که نشون دادن در گذشته موقعی که جنبش انقلابی در ایران و جنبش زن زندگی آزادی که همه امیدها رو همین ها بهش بسته بودن داشت اوج می گرفت و از خواستهای اونا جلو داشت می رفت، چگونه توطئه کردن در واشنگتن و جاهای مختلف و رفتن التماس کردن زیر بال نیتو و در واقع بخش های نظامی ائتلاف های اروپا آمریکایی که بیاید به ما کمک بکنید، و همین مسئله چگونگی برخورد مردم در واقع مبارز ایران به این ائتلاف ها باعث در واقع ایجاد اختلافاتی توشون شد که اونجوری مفتزهانه از هم پاشیدن و امروز هر کدومشون سازی رو میزنن و البته در یک چیز تقریبا همه اونهایی که بودن به استثناءهای کوچیکی از عناصر ناآگاهی که اصلا بدون در واقع اینکه جایگاهشون هم باشه خودشون رو پرتاب کرده بودن توی یه همچین ائتلاف هایی، به هر حال بحثش مفصله، ولی واقعیت اینه که این نیروها با داشتن رسانه های مثل ایران انترناسیونال، ایندپندنت فارسی و نمونه های مختلفش، به ویژه چند ایستگاه تلویزیونی که همه از طرف آمریکا و از طرف عربستان سعودی مثل العربیه، الحدث، چند تا در واقع رقیب الجزیره که الان در واقع به ویژه اونجایی که مربوط به در نابود کردن اون به اصطلاح جبهه شیعه ها میشه، بهترین فرصت رو گیر آوردن و آدم میبینه که کشور به اصطلاح دولت های کشورهای عربی به ویژه اونهایی که با جمهوری اسلامی مشکل ایدئولوژی، مشکل فکری، اختلافات در واقع مذهبی دارن،
آرام آرام دارن دوباره صداشون رو در کنار اسرائیل و آمریکا قرار میدن، هرچند در این مدت به دلیل مواجهه با افکار عمومی داخلی خودشون جرأت نمی کردن و یه جوری هم سعی می کردن خودشون رو موافق یا در واقع سکوت بکنن در قبال آنچه که ایران رجزخوانی می کرد. در هر حال من فقط اینو بگم که واقعیت حزب الله فقط دشمن اسرائیلی رو نداره در مقابل خودش، با توجه به سابقه جنایت هایی که در کنار نیروهای ایرانی جمهوری اسلامی و اسد علیه مردم سوریه انجام داده، با توجه به نقشش در آنچه که در لبنان انقلابی 2018 که جنبش جوانان و زنان در رأس بود و ثورات توی لبنان یک جنبش مدنی که خواستار برابر حقوقی تمام اقشار مختلف مردم بود، نقشش در سرکوب به نفع سرمایه‌داری در لبنان بوده، علاوه بر اسرائیل دشمنان دیگری هم داره که به حق یا ناحق برای نابودیش روزشماری میکنند. اما واقعیت اینه که به هر حال سازمان نظامی حزب الله همونطوری که حماس از در واقع آسمان بی ابر ایجاد نشده، درست همونطوری که 7 اکتبر، و من واقعا این جمله گوترش رو فکر می کنم باید تکرار کنیم که طوفان موسوم به الاقصا در آسمان بی ابر ایجاد نشد و این یک سابقه طولانی داره در مورد حزب الله و جنوب لبنان، اشغالی و اشغال لبنان، پشتیبانی مردمی داره و میتونه تا مدتها دوام بیاره. اما واقعیت اینه که شرایطی که برش حاکم شده دیروز از نظر سیاسی خودش رو تحت الحمایه نبی بری کرد. من اینجا تموم میکنم و تشکر میکنم که حوصله کردین منو تحمل کنید. مرسی. خیلی ممنون. من چند سوال از شما دارم، ولی چون کامبیز عزیز مدتی است در صفحه وقت رو میدم به ایشان، امیدوارم بمونید و من چند سوال مشخص از شما دارم. کامبیز عزیز بفرمایید، نوبت شماست. اگر شما میترسین که وقت بهشون نرسه یا برن، شما میتونین اول بگین. من خیلی کوتاهه. نه، شما تحمل زیادی داشتید، بفرمایید، نوبت شماست. اگه خواستید کامرا رو باز کنید، اگه نه همینجور، حتما نوبت شماست، بفرمایید، هر چقدر وقت خواستید لازم دارید، بفرمایید. من میکو بستم که نوبت. نکته ای که من میخواستم عرض کنم اینه که اولا خیلی ممنون از هر دوتا سخنران که به خوبی این موضوع راست، اپوزیسیون راست، و که دیگه اپوزیسیون هم نباید بهش گفت، جناح یه خورده متظاهر به اپوزیسیون راست رو افشا کردن، و همینطور بعضی از بچه های چپی که تو این اشتباه افتادن و حرفاشون نزدیکی به اینا میشه. به خوبی شما توضیح دادین، سخنران قبلی هم همینطور، دیگه من توی اون بحث نمیرم. ولی یه نکته ای که به نظر من خوبه یه مقداری روش پافشاری بکنیم، بحث آخریه که سخنران قبلی میکرد، و اون مسئله اینه که ما نیفتیم این دفعه توی اون موضوع، نمیگم ما میفتیم، ولی خیلیا به این بحث کاذب دارن دامن میزنن که گویا یه تفاوتی هست بین مثلا سازمان امنیت اسرائیل و سازمان امنیت جمهوری اسلامی، یا بین
نازیسم و فاشیسم، حزب الله و حماس و سازمان امنیت اسرائیل و سیایه یکی هن. یعنی اینا مثل شعبه های یه اداره سراسری هستن که همشون دشمن مردم، دشمن زنا، دشمن زندگی و به خصوص دشمن کمونیستان. و این حرف کاملا اشتباهیه که عرب و مسلمون رو بزنن تو یه جا. عرب ما جوجهش رو داریم، هزار نفر رو داریم که آدم هایی هن که خیلی از ما هم بهتر مبارزه میکنن، ولی مسلمونی نداریم. مسلمون به فرض اگرم موفق بشه ارتجاییه، میفته به جون زنها، به جون کمونیستا، به جون خلقا، یعنی هر کاری که اینا میکنن، منظورم اسرائیلی ها، همون کارو خیلی خشنترش رو مسلمونا میکنن. یعنی همونجور که تو سوریه کردن، با کردا تو ترکیه کردن، همه جا. اینه که ما باید حتما هر جایی حمله میکنیم، انتقاد میکنیم و نشون میدیم که ما هیچ نوع نزدیکی و همراهی و همدلی با حماس یا حزب الله یا هر گروه اسلامی دیگه ای نداریم، باید روشن بکنیم که با اسرائیل هم مخالفیم، با شاهیان مخالفیم، به خاطر اینکه اونها هم همین سیاست رو پیش میبرن. در نتیجه اینا دو تا زاویه‌ان که از دو زاویه مختلف دارن یه حرف رو میزنن و ما نباید مخالفتمون کم رنگ بشه. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما. من فکر میکنم اتفاقا دقیقا به نکته بسیار حساسی اشاره کردید و هم موشه که سالها با ما، با من و تراب در کارزار کارزاری بود که موضعش کاملا مشخص بود، هم مخالفت با جنگ در خاورمیانه و هم مخالفت با اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی. اون وقتا مسئله اصلی ما جمهوری اسلامی بود. فکر میکنم من، موشه، حماد، خیلی از ماها واقعا روی این مسئله تاکید داریم. من هر جایی صحبت میکنم این رو اضافه میکنم که اتفاقا اگر عده‌ای از جوانان در داخل ایران، اپوزیسیون به نظر من در تبعید رو باید فراموش کرد چون گذشته بدی داره، آینده بدتری خواهد داشت و غیره، ولی اگر عده‌ای از جوانان در ایران نسبت به مسئله فلسطین موضع انقلابی ندارن، تقصیر جمهوری اسلامیه، چون چهار ده هست همینجور شعار میده و این شعارها هیچ وقت پایگاه عملی نداشته، به این معنا که شعار داده بعد مثلا اگه نگاه بکنید به یک سال گذشته تا لحظه ای که خودش مورد حمله قرار نگرفت، تنها کاری که کرده بود این بود که وبسایت درست کرده بود برای کسایی که داوطلبن برن غزه. هیچ کی اصلا نرفت از ایران به غزه، ولی وبسایت درست کرده بود. اینو کارهای توهم ایجاد کننده که دروغ محض، کذب محض، جز اینکه مردمی رو که ضد جمهوری اسلامی هستند تبدیل بکنه به اینی که توهم داشته باشن نسبت به مخالفین جمهوری اسلامی، هیچ فایده دیگه ای نداره. و در نتیجه خیلی مهمه که بخشی از مبارزه ما بر علیه اسرائیل باید مبارزه علیه جمهوری اسلامی هم باشه. مشکل اینجاست که بسیاری از دوستان و رفقای سابق، همونطور که هر دو سخنران بهش اشاره کردند، الان تبدیل شدن به مدافعان، حالا نگیم مدافعان، کسایی که بهانه مطرح میکنند برای اسرائیل، و این شامل همه بخش های چپه، از اکثریتی ها که مثلا گویا من امروز یکی به هم گفت که مثلا گفتن آره این کشتن
کسایی که رفته بودن به کنسرت در اسرائیل خیلی کار بدی بوده، البته که کار وحشتناکی بوده، ولی نگاه بکنید به اینی که موشه مخوور یا آوی شلایم پروفسور در دانشگاه آکسفورد راجع به این مسئله چی میگن. میگن واقعه از 7 اکتبر شروع نشد، شما 17 سال عده‌ای رو در زندان هوای آزاد در غزه نگه میدارید، بعد حالا به هر دلیلی، شاید اشتباه حماس، ولی این دیوار باز میشه و کسایی که از این زندان فرار میکنن کارهای وحشتناکی انجام میدن. ولی مشکل اصلی کارهای وحشتناک این افراد نیست. آدمهای بی سواد، بی مطالعه، کم نظر در چپ ایران. مشکل این نیست، مشکل اون دیوار 17 ساله است، اون زندان 17 ساله است. مشکل 1948، مشکل بیرون کردن دهقانان، شهرنشینان در فلسطینه و اینجاست که ما با این دیوانه های روبرو هستیم که اطلاعیه میدن برای ما که تروریسم اسرائیل برابر با تروریسم جمهوری اسلامی، با کسانی که به نظر من سواد سیاسی ندارن، تاریخ نمیشناسند، یا اینکه منافع مقطعیشون برای فرصت طلبانه، منافع مقطعیشون برای اینکه یکی دو نفر آدم ناآگاه در ایران رو متحد خودشون بکنن غالب بر پایه ترین شعور سیاسی در رابطه با خاورمیانه. من دو سوال داشتم از حماد عزیز. یکیش در رابطه با جبهه خلق برای فلسطینه. خیلی ها اشاره کردند و میدونم که تعدادی از رهبران جبهه خلق برای فلسطین در لبنان کشته شدند 7 پیش توسط اسرائیل. ولی میخوام اگر میدونی اطلاعاتی داری در رابطه با وقایع 7 اکتبر 2023 و دخالت جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم برای ما بگی. و نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنی اگر امکانش باشه اینه که موزه اینها در رابطه با وقایع کنونی چیه و تواناییشون در چه حده، چقدر تضعیف شدن. من واقفم بر اینکه خیلی از جریانها در چپ فلسطینی بسیار تضعیف شدن. این تضعیف شدن به خاطر ضعف اینها نبوده، یکی این بوده که اسرائیل بهشون حمله میکرده، امریکا داغونشون کرده، حماس داغونشون کرده، حزب الله دوستشون نبوده، همه اینها رو من میدونم، ولی اگر امکانش باشه میخواستم چند کلمه هم در این رابطه به برای ما بگی. خیلی ممنون. بله، من متاسفانه من باید به شما بگم که موقعیت بسیار 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 بد، شکننده و در واقع تضعیف شده ای جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک، حالا صرف نظر از اینکه هر کدوم از اینا بگم جبهه دموکراتیک، یعنی شما باید تصور بکنید جزء کمپ احزاب، سابقا احزاب برادر، یعنی طرفدار اتحاد جماهیر شوروی، بیشتر نزدیک به حزب توده تو اون دورایی که من میشناختم، ولی واقعا در همون موقع احزاب کمونیست عربی در کنار جنبش ایران بودن تو دوره شاه، بدون استثنا میتونم بگم خیلی وسیع‌تر و خیلی جدی‌تر از اونچه که تو فلسطین بود، خیلی جدی‌تر از سایر به اصطلاح احزاب کمونیست تو جاهای دیگه، و اونم شاید مقدار زیادی به دلیل
اون تبلیغاتی که جبهه خلق و جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه خلق رهبری کل، فرماندهی کل و جبهه نضال، سه چهار تا از این سازمان ها و حتی بخشی از چپ تروسکیست لبنانی به نفع در واقع جنبش انقلابی در ایران داشتن و بسیار به همبستگی بین جنبش های انقلابی چپ نوین در ایران، در ترکیه، در کشورهای عربی و همینطور فلسطین و لبنان باور داشتند و ما شاهد در واقع همکاری های مشترک فکری و در جاهایی هم که با هم بودن عملی بین این نیروها بودیم. ولی متاسفانه و به ویژه بعد از هیمنه که توسط به اصطلاح با نتایجی که انقلاب ایران داشت و تأثیر اون در واقع جایگاهی که همونطور که در کشور خودمون جریان اسلامی ارتجایی چنبره زد روی تمام اون جنبش سیاسی که سالیان سال برای مبارزه دموکراتیک و آزادی بخش و در رهایی بخش به معنای واقعی کلمه در جریان بود و اون رو به این روز انداخت و به ویژه با جنگ عراق به کجا کشون، این جریانات هرچه که ماها ضربه میخوردیم توی ایران، هرچه نیروهای چپ در ایران ضربه میخوردن، اینها در عمل با گسترش دامنه نفوذ جمهوری اسلامی به نوعی دنبال روی جریانات اسلامی خودشون رو سعی میکردن از فضای به وجود آمده، به ویژه با یکی یکی اتفاقاتی که افتاد و اون جبهه امتناعی که ستون فقراتش و چپهای سیاسی عرب و تشکلهای به اصطلاح مبارز چپ داشتند که البته کشورهایی مثل یمن دموکراتیک، مثل سوریه اون موقع، الجزایر و در واقع لیبی هم در این ائتلاف جبهه امتناع بودن، در واقع همه اینا که داشتن از بین می رفتن، یه عنصر جدیدی در منطقه رشد کرد و درست به موازات این هم در لبنان از اون جنبش محرومان فقیر جامعه شیعه یه دفعه که در مواردی هم در تضاد با جنبش های چپ و ترقی های لبنان حتی موضع کنار اسرائیل داشتن در اون جنگ اولی که ورود اولیه اصلاحیز اسرائیل به لبنان در سال 80، آرام آرام با نفوذ ایران، با در واقع قدرت گرفتن جریان شیعه، تشکیل حزب الله و رفتن حزب الله به رأس در واقع مقاومت در برابر اسرائیل به طور واقعی و اون آنچه که اتفاق افتاد در به شکست کشاندن حضور اشغالگرانه اسرائیل در لبنان و بیرون راندن اون موقعیتی که حزب الله به دست آورد، در واقع بازتابش بسیاری از جریانات چپ رو خلسه اصلاح کرد، چپی که در واقع میشه گفت با اون سفر تاریخی همه جمع کردن همه فلسطینی ها در چند تا کشتی بزرگ رهبرانشون رو و بردنشون به تونس آغاز میشد، که باید به اون نقطه توجه کرد که از همسایگی فلسطین خودشون اونها رو بردن در اون آفریقای شمالی و اونجا دیگه دست فلسطینی‌ها حتی از مردم خودشون در این
نقاط هم بریده بود. تا اونجایی که من خبر دارم رهبری جبهه در دو منطقه تلاش کرد که وجود در واقع خودش رو ادامه بده، یکی در لبنان از طریق در واقع ورود به تشکلهای مدنی، و نمونه براتون بگم مثلا رفیق صلاح صلاح رو من در 15 سال پیش یا شاید بیشتر در لبنان وقتی دیدم به عنوان نماینده یه سازمان مدنی اومد، در حالی که او معاون حبش بود در یه دوره دیگه، و وقتی با هم صحبت کردیم به من در واقع اطلاع داد که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در اردوگاه ها در خدمت سازماندهی مردم برای اینکه روحیه مقاومت مدنی رو فعلا در اینها در مقابل این هجوم وحشیانه ای که داشت بهشون میشد، چه از طرف اسلام سیاسی و چه از طرف جریانات فاشیستی خود لبنان، این رو در واقع در چیز رأس وظایف خودشون قرار داده بودن. و همینطور در اردن هم اونها رفتن به طرف تشکیل یه حزبی که خوشبختانه امروز هم وجود داره، و بیشتر این تظاهرات هایی که در اونجا صورت میگیره توش مشارکت دارن حزب دموکراتیک مردم لبنان هست، که استخونبندی اصلیش در واقع فلسطینی های در واقع اردنی های فلسطینی تبار هستند، یعنی فلسطینی هایی هستند که در اردن از 70 سال پیش از اولین مهاجرت های اجباری ساکن شدن و نسل در نسل، و بخشن البته تاکید بکنم که مسیحیان و ارامنه ساکن در واقع فلسطین و لبنان هم همچنان در این احزاب نقش دارن. یعنی این وضعیت اما در غزه کاملا متفاوت بوده. در غزه یک کوالیسیون یا یک تجمع بین نیروها وجود داشت که الفتح هم درش حضور داشت، منتها در جنگ بین در جنگ بر سر قدرت در واقع انحصاری بین الفتح و بین حماس، حماس موفق شد با کشتری که از نیروهای الفتح کرد، حتی نیروهایی که به اعتبار سابقه الفتح بودنشون ولی واقعا اکثرا در جناح رادیکال الفتح بودن، کشتری که از اونا کرد میدونیم که بسیار اصلا به حضور علنی الفتح پایان داد، و سایر احزاب و سازمان ها مثل جبهه خلق همچنان که وجود خودشون رو در سازمان آزادی بخش فلسطین رهبریش که در رام الله حکومت رو میگردونه حفظ کردن، و بخشی از نیروهاشون زیر رهبری جریانی که در اونجا هم به اسم جبهه دموکراتیک و به رهبری مصطفی برغوتی هستش توی اون ائتلاف حضور دارن، اما نیروهای نظامیشون به طور ناگزیر در تمام این حرکاتی که حماس انجام داده با حجم خودشون، البته یعنی در نظر بگیرید مثل فقط نیروهایی که به صورت سمبولیک حضور داشته باشن، شاید مثلا یک در 500 طبق تیزایی که خودشون مطرح میکنن. به همین دلیلم هست موقعی که تصمیم به در واقع مذاکراتی هست بین نیروهای مختلف مقاومت مسلحانه و نیروهای دولت در واقع رام الله، نمایندگان احزابی مثل جبهه خلق برای آزادی فلسطین میشه گفت تا حدودی
اونجا به دلیل اعتبار خودشون و حضورشون الان در سازمان آزادی بخش فلسطین میشه گفت که تلاش کردن که حماس رو توی این سالها به موضع خودشون در قبال اینکه ما باید اون چتر سیاسی بین المللی رو نگه بداریم در عین اینکه انتقادات خاص خودمون رو نسبت به رفتار در واقع انحصار طلبانه در واقع محمود عباس و رهبری فتح در رام الله باید حفظ بکنیم، چیزی که زمینه های اون نشست پکن رو و نشست های دیگه ای رو که در قاهره ممکنه اتفاق بیفته و به هر حال یکی از راههایی هست برای جلوگیری، یعنی به عنوان یعنی در راه ایجاد یک نهادی که جلوگیری بکنه از اینکه امریکا و اسرائیل بخوان قضیه بعد از جنگ رو با اون نقشه‌ای که اسرائیل داره از نظر بین المللی فشار بیارن که این اتفاق نیفته. اینکه اونها چقدر موفق بشن و اسرائیلی که تمام این صحبتهایی رو که ما میکنیم دقیقترش و دقیقتر از ماش رو میدونه که توی اونا چی میگذره به دلیل دو تا رابطه مختلف، یکی رابطه‌ای که با حماس داشته سالیان سال و اسناد بسیار زیادی وجود داره از اینکه فقط در شکل صحبت‌های نتانیاهو توی در واقع کنیست نیست که گفت اگر حماسی وجود نداشت ما باید یه حماس به وجود میاریم، این که سالیان سال برای تضعیف هرچه بیشتر دولت رام الله با هر نگاهی که ما داشته باشیم بهش به عنوان نماینده قانونی حالا داخل گیومه بگیم شرعی داخل گیومه مردم فلسطین، اگرچه نه واقعا در این سالهای آخر نماینده مقاومت مردم فلسطین نبوده و همیشه در به اصطلاح به عنوان یک نیروی ژاندارم امنیتی اسرائیل عمل کرده به ویژه در این سالهای اخیر و حتی در این گیرودار اعتراضات و یا درگیری هایی که بین نیروهای مقاومت در کرانه غربی و داخل شهرهای مشترکی که بین فلسطینی ها و یهودی ها هستش، خب عملا تاریخ خوبی به جا سابقه بسیار بدی به جا گذاشته، ولی واقعیت اینه که احزاب چپ و حتی نیروهای دموکراتیکی مثل مصطفی برهوتی همواره سعی دارن که این در واقع نهاد رو به دلیل جایگاهش که ربطی هم به این به اصطلاح باندی که امروز در رام الله حاکمه نداره و محصول سالیان سال مبارزه و تلاش مردم فلسطین هست، به عنوان سازمان آزادی بخش باید حفظ بشه و از کانال های دیپلماتیک هم سعی کنن به هر حال تلاش های خودشون رو بکنن که ما میبینیم که در همین یک ساله به دستاورد های هم رسیدن. این دستاورد ها ممکن از نگاه چپ سوسیالیست و رادیکال دستاورد های قابل در واقع اتکایی به اون صورت نباشه، ولی واقعیت اینه که موقعیتی که مردم فلسطین دارن نیاز به این دارن که در عرصه بین المللی یک صدایی داشته باشن و این صدا باید مورد حمایت قرار بگیره. من جز اون دسته آدمایی هستم که در عین این که فکر میکنم به حق انتقادات بسیاری وجود داره در حد این که اصلا باید این رژیم موجود در رام الله سرنگون بشه و یه نیروی دموکراتیکی که نمایندگی بکنه
واقعا جنبش فلسطین و مقاومت رو، همه بخش های جنبش مقاومت رو باید جایگزینش بشه و اون چیزی که خاص عمومی میشه گفت مردم فلسطین در داخل سرزمین های اشغالی و خارج، برای اینکه بخش بزرگی از مردم فلسطین در خارج. به هر حال جنبش های چپ در فلسطین تحت در واقع هژمونی، بخشن تحت هژمونی این به اصطلاح پروپاگاندای اسلام سیاسی قرار گرفتن، ولی واقعیت اینه که در طول این یک سال تغییر تحولات بسیاری داره اتفاق میفته و نگاه دیگر داره شکل میگیره. همین که ما میبینیم گاهی در عین تأکید بر دشمنی سرسختانه و تأکید بر ضرورت مقاومت، بسیاری چهره ها، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در داخل غزه هم صدای انتقاد اصولی خودشون رو به رفتارهای حماس حتی در این شرایط در میارن. اینا نقطه هایی هست که مثبت هست، به ویژه این که دریچه های رسانه ای محدودی که وجود داره و این نیروهای ترقی خواه ازش استفاده میکنن. نمونه های مختلف شما در جاهای مختلف میبینیم، از جمله مثلا همین ویدئویی که گفتم، ابو جاموس از داخل غزه داره گزارش میده و دیروز هم مثلا در یک جلسه دیگه از همون داخل با مدیاپارت صحبت میکرد. اینا نمونه های جدیدی هستن از این که جنبش مدنی با سمتگیری در واقع دموکراتیک، سوسیالیستی و در واقع ملی گرایانه به معنای ضد امپریالیستی، ضد سلطه صهیونیستی داره شکل میگیره، ضد سازش بورژوازی عرب بر سر مسئله فلسطین. این نقطه اتکایی هست که میشه در واقع در آینده، ولی اون سازمان ها و احزاب چگونه از این فضا استفاده کنن، واقعیت اینه که چشماندازش بسیار کمه. من در لاهه وقتی که جلوی در واقع دادگاه تلاش می کردیم، بسیاری از رفقای فلسطینی اونجا اومدن و از من خواهش می کردن که الان وقتش نیست که راجع به این که چرا زنهای فلسطینی توی این تظاهرات حضور ندارن یا چرا دستشون رو می گیری میاریشون، الان وقتش نیست. وقتی که با صحبت‌های بیشتری موضع منو فهمیدن و بعضیشون متوجه شدن که من روابطی داشتم با جریانات چپ فلسطین، شروع کردن به اعتراف کردن که مثلا من خودم عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطینم، یا مثلا پدر من مجروح یا کشته شده جبهه خلق برای آزادی. و وقتی من صحبت میکردم راجع به اون نگاه های مشترکی که ما داشتیم که من رو تحریک میکنه به این که به اینا انتقاد بکنم که چرا فقط بلنگوها رو دادین دست مرداتون، چرا مثلا توی شعاراتون یه شعار اجتماعی هم نیست، چرا مثلا صحبت از این نمی کنین که باید متوجه باشین که توی نیروهای ترقی خواه یهود هم کسایی هستن که شما میتونید با اونا وارد بحث بشین. اون وقت بود که می گفتن که این ادبیات رو ما فراموش نکردیم، اینا رو می سفهیم. ولی واقعیت اینه که خب دیگه سه تا نقطه می رفتن روزخونی که حماس داره چی کار میکنه، یا مثلا جایگاه حزب الله در دفاع از جنبش فلسطین، یا البته در مورد ایران با توجه به این که خوشبختانه در اروپا جنبش های چپ فلسطینی با نیروهای ترقی خواه ایرانی روابط بسیار نزدیکی دارند، توهم نسبت به جمهوری اسلامی کمتر هست در بین فلسطینی ها و در بین عرب، ولی در مورد حماس قضیه اینجوری نیست و واقعا
آدم میبینه که متاسفانه هژمونی اسلام سیاسی در یا حماس به هر حال در اونجا چیزیه که شما شاهد هستین. یک زن بی حجاب توی همه این بدبختی هایی که بر عکس هایی که میاد اینا نیست. حالا این تو سر حماس بخوره، همه جا شما با این مواجه هستین که این همه کشته و زخمی دارن بلند میکنن و همش آیه های قرآنی، با آیه های قرآنی اینا رو از زیر خاک در میارن. یعنی تسلط اسلام، حالا سلفی نباشه ولی میشه گفت که اسلام حماسی در اونجا یک واقعیتیه که نمیشه این کارش کرد. خیلی ممنون حماد عزیز. من توی تکست صفحه فیسبوک حماد چیبانی رو میذارم. ایشان مثل موشه مخاور که تقریبا روزی 5-6 مقاله از بخشهای خوب و انتقادی نشریه هارت رو به انگلیسی میفرسته، حماد به فارسی ترجمه میکنه و من توصیه میکنم نگاه بکنید. من مال موشه مخاور رو میبینم و گاهی مال حماد رو نگاه نمیکنم چون قبلا دیدم. هارت با همه محدودیت هایی که داره، چون نشریه است که در اسرائیل، روزنامه است که در اسرائیل منتشر میشه، مطالب بسیار خوبی داره در افشای دولت اسرائیل. من فکر کنم بهترین رسانه است که الان در دست داریم، به خاطر محدودیت هایی که در غزه وجود داره، به خاطر جهتگیری ها و غیره. با تشکر از همه دوستان رفقایی که بودند، اگر کسی وقت میخواد اعلام کنه، اگر نه من با تشکر فراوان از موشه مخاور و حماد شیبانی و با امید به این که شاید ما به عنوان ایرانیان و اسرائیلی های مخالف دولت های خودمون بتونیم اتحادی رو به وجود بیاریم، امیدوارم این بحث رو ادامه بدیم. میدونم برخی از رفقا در همین اتاق مایلند که در این کار همکاری کنند. متاسفانه این دید خاصی که موشه داره مطرح میکنه در رابطه با نوع دولتی که باید جایگزین دولت اسرائیل بشه، در جوی که راه حل یک دولت دموکراتیک در اسرائیل داره مطرح میکنه، متحدان زیادی نداره. من با رفقای بیشماری از جنبش چپ فلسطین در بریتانیا صحبت کردم، بر اینکه همکاری رو که نیلوفر و دوستان دیگه میخوان انجام بدن رو دنبال بکنم و تا حالا موفقیتی نداشتیم، ولی شاید مجبوریم در غیاب اون اتحادی از ایرانیان چپ و اسرائیلی های چپ ایجاد بکنیم و همین رو پیش ببریم. و من این پیشنهاد رو از ادامه این بحث با نام حماد، خودم، نیلوفر، تراب، موشه شاید شروع کنیم، چون وقت زیادی نیست و نمیتونیم تا ابد صبر کنیم تا رفقای دیگه رو پیدا بکنیم که هم نظر باشن با ما. در هر صورت با تشکر از همه دوستانی که اینجا بودند و بحثای خوبی که راه شد، کامبیز عزیز خیلی ممنون. اگر کسی دیگه نیست من با اجازه اتاق رو میبندم، ولی نیم دقیقه صبر میکنم ببینم کسی دستش بالا میره یا نه. و تشکر فراوان از جی عزیز به خاطر، من یک دست میبینم نمیدونم دست کیه، دوستانی که ادمین هستند میدونید کی دستش بالاست یا شاید من کسی رو پایین نیاورد؟ دست رفیق حماد رفته بالا.
سلام رفیق مادر. جناب عزیز بفرمایید، شما بفرمایید. بله، من لازم دونستم با توجه به صحبتی که یاسمین عزیز کرد بگم که همین الان لوموند دیپلماتیک فارسی گاهی و یا اغلب میشه گفت ترجمه هایی از همین دست که مورد علاقه ماست میذاره که بسیار بسیار قوی هستن کارشون. من مترجم نیستم، من تلاش میکنم به کمک در واقع گوگل برگردونم مثلا از عبری به عربی، انگلیسی، فرانسه، 3 تا کامپیوتر میذارم جلوم تا بتونم مثلا یه مطلبی رو برسمه. البته این کار ساده است برای اینکه مطلب مسائل سیاسی هم خیلی ساده آدم میتونه دنبالشون بکنه، ولی میخوام بگم که از من واردتر بسیاری هستن که توی مطبوعات هم کار کردن و هم الان کار میکنن، از جمله رفیق خودمون بهروز عارفی هست که بسیار بسیار سالیان سالها در کنار رفیقمون تراب حقشناس و دیگران کار میکردن، الان هم پیگیر هستن. 2 تا پیج واتساپی هم هست که یکیش چیز هست اخبار فلسطین هست که رفقایی در سوئد اینو اداره میکنن، بخشن اون رفقا خیلی ممکنه مواضعشون، مثلا من خودم بخشی از مواضعشون رو زیاد موافق نباشم ولی کلن کار میکنن تو این زمینه. یک چیز دیگه هم هست که همین چند روزه رفیقمون به اطلاع، یکی هست که در خاورمیانه چه خبر توی واتساپ رو فقط اگه بزنن یا اگر مایل باشن میتونن با من تماس بگیرن، من براشون چیزشو بفرستم واتساپ، که رفقای بسیاری اونجا هستن که کمک میکنن مطالبی که هست در رابطه با مسائل خاورمیانه میذارن و متمرکزم هستن، هم نظری بسیار زیادی ما داریم با هم. و یکی هم یک در واقع پایگاه جدیدی که رفیقمون بهروز عارفی درست کردن، اونم در رابطه با فلسطینه که خیلی زیاد در واقع اونایی که اونجا هستن متمرکز هستن واقعا از موزه خود ما راجع به مسئله فلسطین، یعنی اصطلاحا حالا دیگه اینقدر نگاه سوم وجود داره که ممکن یه نگاه دیگری هستیم غیر از اونی که در واقع جبهه به اصطلاح موسوم به مقاومت یا اون جریان امپریالیستی صهیونیستی و طرفدارای چیز که اونا هم خودشون یه خط سومی برای خودشون، یعنی اخیرا من دیدم که آقای حامد اسماعیلیون هم برای خودش مدعی یک جبهه سوم، ولی این دفعه بدبختی اینه که دیگه انقلاب هم میخواد، یعنی اون انقلاب راه حله رو هم میخواد از چپها در واقع ورداره و از این موقعیتی که به هر حال همبستگی همه ما با دردی که او میکشه و کشیده سر جای خودش، ولی این بزرگ نمایی هایی رو که از خودش میکنه خب بارها دیدیم اونم هست. به هر حال الان دیگه روزی نیست که ما بتونیم بگیم ما یه نگاه سوم هستیم، ما یه نگاهی هستیم، این نگاه ولی کم نیست در داخل بین نیروهایی که در کانون نویسندگان و یا بیرون از کانون نویسندگان، چون متاسفانه این چپ بسیار بسیار پراکنده اتمیزه شده، ولی در بین چپهای غیر سازمانی و همینطور بخشن میشه گفت که اون نهادهایی که آخر مونده از این سازمانهای موجود که میشه گفت در موزه نزدیک به ما هستن، به هر حال من فکر میکنم وقت اینه که
نگاهمون به این بشه که هرچه بیشتر نیروهایی رو که مردم در محور نگاهشون هست و طبقه کارگر و زحمتکشان برایشون سرنوشتشون و سرنوشت اونها به ویژه در رابطه با این رجزخانی های جنگی و این شبه جنگی که بالا سرمون هست موضع دارن، به هم نزدیک بکنیم، برای اینکه کمپ های دیگه خودشون رو دارن سازمان میدن. نمیشه تک تک همه اون خواستهای خودمون رو که حتما هم برای هر کس برای خودش روی حقانیتش پافشاری میکنه و باید فضایی وجود داشته باشه که بتونه آزادانه صحبت خودش رو بکنه، ولی مشترکاتی هست که چپ ترقی خواه سوسیالیست میتونه پیرامونش در این وضعیت موضع نزدیک به هم و حتی یگانه‌ای داشته باشه. متشکرم از اینکه فرصت دادین بازم صحبت بکنیم. مرسی. خیلی ممنون. خیلی من واقعا تشکر میکنم از شما و رفقایی که وقتی من نگاه میکنم تمام وقتتون و ساعتها در این کار میکنیم و خوشبختانه حتما تلاش هاتون موندگاره و من به سهم خودم خیلی استفاده میکنم و تشکر میکنم. خیلی ممنون. اوی شلایم پروفسور در دانشگاه آکسفورد، وقتی که ما جمعاً رفتیم برای حمایت از فعالیت دانشجویانی که ساختمانی رو و بعد ساختمان دیگه رو اشغال کردن در دفاع از مردم فلسطین، خطاب به این دانشجوها گفت شما در جهت درست تاریخ هستید. ریاست این دانشگاه و اونهایی که حاضر نیستند به حرف شما گوش بکنند، از جمله دولت بریتانیا، 10 سال دیگه، 100 سال دیگه در محاکمه های جهانی به عنوان نسل کش، مدافعان نسل کشی محاکمه خواهند شد. و برای امثال من که به حرفهای شلایم خیلی با دقت گوش می کنیم، این درسی است برای اینی که هیچ وقت فراموش نکنیم که ما نمی خواهیم در جهت تاریک تاریخ نویسان قرار بگیریم. ما می خواهیم وقتی که تاریخ نویسان برگردند و به این نسل کشی که در مقیاس هولوکاست ناتزیسم نگاه می کنند، بگن کسانی بودند با همه فشارهایی که وجود داشت، با همه اتهاماتی که بهشون زده می شد، با همه دروغهایی که علیهشون گفته می شد، عقب نشینی نکردند و از مردم فلسطین دفاع کردند، از مردم لبنان دفاع کردند و متاسفانه باید بگم از فردا باید شاید از مردم ایران دفاع بکنیم. وقتی که وحشیگری نتانیاهو با همه حمایتی که ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای دیگه ازش انجام دادند، در یکی دو روز آینده به بمباران بخشی از کشور ما هم خواهد انجامید. مسئله تئوریک نیست، مسئله در ابسترکت نیست، خیلی واقعیه، خیلی روزانه است، خیلی روزمره است و کسانی که این وسط موضع میانه میگیرند، کسانی که این وسط حاضر نیستند دقیق و روشن حرف خودشون رو بزنند، در جایگاهی اگر نه در تاریک تاریخ بلکه در سایه روشنهای تاریخ قرار می گیرند. و من یکی جز این که براشون گریه کنم، اظهار تأسف بکنم، حرف دیگه ندارم. خیلی از چپهای ایران در چنین موقعیت تاریک و روشنی قرار دارند و جز تأسف برای اونها و جز اینکه امثال من، امثال تراب، هیچ موقع با اونها دیگه همکاری نخواهیم کرد، حرف دیگه ای ندارم. خیلی ممنون از توجهی که کردید. روزتون خوش.